دکتر ایاز نیازی که شام از سه‌شنبه پس از ادای نماز شام در مسجد وزیر محمد اکبر خان بر اثر ماین کنترلی و شهادت رسید، واکنش های تند را در داخل و بیرون از افغانستان در پی داشته است. امروز خطبا و امامان مساجد شهر هرات شهادت مولوی دکتر محمد ایاز نیازی که در یک حمله بی‌رحمانه دشمنان اسلام در مسجدی که امامت می‌داد صورت گرفت تقبیه کرده و خواهان به کیفر رسیدن عاملین این واقعه المناک که همه مردم افغانستان را یک بار دیگر داغدار و ماتم زده ساخت شدند. این رویداد را نهادها و شخصیت‌های ملی با شدیدترین الفاظ تقبیه کردند و ریاست ارشاد حج و اوقاف ولایت هرات نیز امروز این عمل را عمل خلاف انسانیت و اسلامیت خواند. همکارم گزارش می‌دهد. اتفاق افتادن رویدادهای ترور شخصیت‌ها در افغانستان که همه روزه از این مردم قربانی می‌گیرد موضوع تازه‌ای نیست. پس می‌گم وعده دادن به دستگیری و به کیفر رساندن عاملین کشتار مردم بی‌گناه افغانستان از سوی دولت دیگران چهره جدی و دلسوز نبوده و برای اکثریت از اعتبار برخوردار نمی‌باشد. با این حال مردم و علمای هرات خواهان تحقیق همه‌جانبه و جستجوی عاملین قتل مولوی محمد ایاز نیازی شده و می‌گویند عاملین این جنایت باید به طور علنی و در انظار مردم به سزای کارشان رسیده شوند. رئیس اداره ارشاد حج و اوقاف ولایت هرات امروز در کنفرانس خبری ابراز داشت که چون این اعمال قابل قبول نبوده و مقامات امنیتی کشور باید هر چه زودتر عاملین این جنایت را به کیفر برسانند. دیگر تحقیقات نمایشی و هیئت‌هایی که گزارش از اونا مستند و علنی به منظر دید علما و همه ملت مسلمان افغانستان قرار داده نشود مورد پذیرش ریاست ارشاد حج و اوقاف و همه علمای کرام نخواهد بود. ما خواهان از اینیم که تحقیقات همه جانبه بی‌طرف عادلانه و شفاف بررسی شه و کسانی که عاملین همچون اعمال خشونتبار و تروریستی و اعمال غیر انسانی و غیر اسلامی هستند به طور علنی به منظر دید جامعه محاکمه بشن. در مراسمی که امروز برای دادخواهی و پیگیری رویداد شهادت شهید منبر دکتر ایاز نیازی عالم فرزانه کشور سوی علمای هرات راه اندازی شد، علما دولت را در حمل دستگیری و مجازات عاملین کشتار مردم افغانستان را به کندی متهم کرده و از دولت میخوان که عاملین قتل‌های زنجیره‌ای علمای کشور را به پنجه قانون بسپارند و جلو کشتار انسان‌های بی‌گناه را بگیرند. شهید محراب و منبر جناب دکتر ایاز نیازی است که ایر به شدیدترین الفاظ جمع حاضر تقبیح کردن و تقاضای ما از دولت ای هست که عاملین قتلهای زنجیروی علما را به پنجه قانون سپرده اینها را جدی تحقیق کنن، نتیجه را با علما شریک بسازن. کسانی که به مساجد به علما حمله میکنن قطعا اونا دشمن انسانیت است، دشمن مدنیت است، دشمن عقلانیت است، دشمنان صلح افغانستان است. در شرایطی که افغانستان سر و صدای صلح بلند است، انتظار مردمی است که دیگه بستر و گلم قتل و کشتار جمع بشن، مردم پای درخت صلح بشینن، نفس راحت و آسوده بکشانن، بازم دستان از آستین بالا میشن، علما را اونم در مسجد هدف قرار میدن. اینا کسانی هستند که دشمن انسانیت و دشمن صلح هستند. در پایان این نشست مولوی عبدالصبور رسولی متولی مسجد جامع بزرگ هرات قطعنامه علمای هرات را به خوانش گرفت و در این قطعنامه تذکر یافته است که دولت باید هر چه زودتر عاملین رویدادهای ترور علما را دستگیر و با شدیدترین شکل مجازات نماید. مایان خطبه و امامان مساجد ولایت هرات شهادت مظلومانه مرحوم مولوی دکتر محمد ایاز نیازی، یک تن از شخصیت‌های علمی و اکادمیک کشور که توسط دشمنان اسلام به شهادت رسیده است را با شدیدترین الفاظ محکوم نموده و خواهان به محاکمه کشاندن علنی عاملین این جنایت نابخشودنی می باشیم. محمد ایاز نیازی در سال 1343 خورشیدی در ولسوالی یمگان بدخشان زاده شد. او از پوانتون الازهر مس در اقتصاد اسلامی ماستری داشته و دکترایش را نیز در بخش روابط بین الملل از دیدگاه فقه اسلامی گرفته است. او افزون بر امامت در مسجد جامع وزیر اکبرخان در کابل استاد فاکولته شریعت این پوانتون نیز بود. پیکر آقای نیازی امروز در حالی به خاک سپرده می شود که در این اواخر کشتار مردم بیگناه از طریق ماین های کنترلی سیر سعودی را طی می کند.